در توصیف انقلاب اسلامی ایران بعضی از جامعه شناسا میگن انقلاب ایران یکی از انقلاب‌های خاصی بود در تاریخ که هیچ برنده نداشت. البته این اظهار نظر کمی زیادی است، چون بسیاری از دستاربندها واقعا بیش از اون چی که استحقاق انسانیشون اجازه میداد به پول دست یافتند. ولی از یک نقطه نظر دیگر میشه گفت که این حرف درسته، برای اینکه حتی اونهایی که بسیار هم سرپت اندوختن بعد از این انقلاب قادر نیستند که با دل خوش از ثروت خودشون استفاده کنند، دائما در وحشت خطر هستند. و به عبارت دیگر واقعا می شود گفتش که اگر که بی نتیجه بودن و بی فایده بودن انقلاب اسلامی رو یک کمی تعمیم بدیم، اون تعریف می گنجه و واقعا نشون میده که هیچ کس برنده نبود. یکی از گروه های بازنده در این انقلاب گروه نویسندگان و مطبوعاتچی ها بود، کسانی که قلم می زدن و از حاصل درآمد قلم خودشون بهره می بردند. شاید به یک بیان بشود گفتش که از این نوع قربانی ها آقای ذبیح الله منصوری یکی از نامدارترینشون بود. ذبیح الله منصوری تمام عمر حاصل قلم خودش رو خرج زندگیش میکرد، برای هیچ مؤسسه ای کار نمیکرد، از هیچ مؤسسه ای حقوق نمیگرفت، برای چندین و چند روزنامه و مجله مطلب مینوشت و از دستمزد کار خودش بهره میبرد و زندگی میکرد. بنابراین وقتی که ابتدا روزنامه نویس ها دست به اعتصاب زدند و بعد از پیروزی انقلاب هر کدومشون به دلیلی سر به زندان بردند و روزنامه ها یکی بعد از دیگری تعطیل شد، یا اینکه به هر دلیلی به فکر افتادند که مدیران روزنامه از کارکنان پیشین خودشون بهره نبرند برای کار، ذبیح الله منصوری پیرمرد مطبوعات، کسی که تمام جوانی خودش و توان زندگی خودش رو در راه مطبوعات هزینه کرده بود، ناگهان دچار فقری بیپایان شد. در جستجوی راهی برای درآمد به تنها جایی که کم و بیش میتونست به نویسندگان و مترجمین حقوقی برسونه، یعنی مؤسسه فرانکلین که بعد از ماجرا اسمشو عوض کردن و یک چیز دیگه گذاشتن که حالا به خاطر نمیارم، به اونجا مراجعه کرد و پیش آقای رفت به نام آقای کریم امامی که در کار نشر آدم بسیار شناخته است، آدمی بود دوست داشتنی، مطبوع و وجداندار، و آقای ذبیح الله منصوری رو پذیرفت و با وجود اینکه با سبک کارش موافق نبود، احترامی در خورد این پیرمرد پیر مطبوعات گذاشت. آقای ذبیح الله منصوری به کریم امامی گفته بود که هیچ جای دیگری برای کار تجربه نداره و چاره ندارد جز اینکه بیاد به این مؤسسه و از این مؤسسه خواهش کند که کتابی در اختیارش بگذارن تا ترجمه کنه و با دستمزدش زندگی کنه. آقای کریم امامی شرح این ملاقات رو در یکی از نوشته های خودش توضیح میده، تشریح میکنه و میگه که من مقداری من و من کردم، سعی کردم با لحن مهربانی که این پیر مطبوعات رو نرنجونه بفهمونم که سبک کار او در کار ترجمه
به درد مؤسسه اونها که یکی از وسواس‌های جدیشون وفاداری به نسخه اصلی و متن اصلی هست نمیخوره. و بعد از مدتی تردید این ماجرا رو با نرمترین لغات، با نرمترین کلمات به آقای منصوری گفته بود و منصوری در جواب گفته بود که خب من البته میفهمم که ترجمه برای یک نشریه مردمی که باید بره و به دست به دست بین خوانندگان عادی به چرخه، با ترجمه برای یک مؤسسه‌ای مثل شما که به صداقت کار ترجمه اهمیت قائل هست فرق میکنه و من قول میدم که این موضوع رو رعایت کنم. آقای کریم امامی میگوید که خب در مقابل این اعتراف مؤدبانه آقای ذبیح‌الله منصوری، من چاره جز این نداشتم که یک کتابی بهش بدم و ازش خواهش کنم که ترجمه کنه و بیاره و ما ببینیم که تا چه حد با نسخه اصلی و متن اصلی مطابقت داره و بعد تصمیم گیریم. آقای ذبیح‌الله منصوری کتاب رو گرفت و برد و باز نگشت و سالهای عمر آخر عمر خودش رو با فقر مطلق به سر برد که اگر درآمد ناچیز دخترش نبود معلوم نبود که بر خانوادهشون چه میگذشت. اونچه که در صحبت‌های دوگانه آقای کریم امامی و آقای ذبیح‌الله منصوری گذشته است، مقدار خیلی زیادی به حقیقت نزدیکه. یعنی آقای ذبیح‌الله منصوری به خواندنی بودن ترجمه خودش به مراتب بیشتر اهمیت قائل بود تا تطابق ترجمه با اصل مطلب. من خودم در حدود یک سال نیم برای خواندنی ها کار کردم و اگر که بخوام به عبارت صریح‌تری صحبت کنم باید بگم که من اصولاً کار مطبوعاتی حرفه‌ای خودم رو با خواندنی ها شروع کردم. پیش از خواندنی ها البته مطلب می نوشتم و چاپ هم می شد، ولی من فقط به افتخاری که از این راه حاصل می شد چشم داشتم و چیزی کسب نمی کردم. به خواندنی ها رفتم و در اونجا برای اولین بار دستمزد گرفتم درباره کار و نوشته خودم. در اتاقی کار می کردیم که چهار گوشه داشت. در یک گوشش من می شستم، در یک گوشش آقای حبیب‌الله شاملویی، در یک گوشش آقای تیمور رشدی که کار نقاشی میکرد و یکی از واقعا جذابترین و مطبوعترین آدمهای مطبوعاتی ایران بود، و در زاویه چهارم آقای ذبیح‌الله منصوری مینشست با یک میزی که همیشه پر از کاغذهای مختلف بود و یک میز کوچکی در کنار دستش که پر از کتابهای مختلف بود با یک لاروس سال 1900 دو قزاباد، یادم نیستش، خیلی خیلی گذشته و هرگز هم حاضر نبود که یک لاروس جدید بگذاره برای اونجا. و من میدیدم که چجور کار میکنه و دو خاطره دارم از اون زمان که نشون میده که نحوه کار آقای ذبیح‌الله منصوری چگونه بود. اولیش این هستش که یک روز که من عصری بود اونجا نشسته بودیم و کار میکردیم هممون، آقای امیرانی با یک جزوه کوچیکی که در حدود 40-50 صفحه بیشتر نداشت بالا اومد و رفت طرف آقای ذبیح‌الله منصوری. خب طبیعی است که ما هممونم جلب شدیم که موضوع چی هست. این جزوه کوچیک 40-50 صفحه‌ای که واقعا خیلی کوچیک بود و باریک و با قط کوچیک، این رو با آقای ذبیح‌الله منصوری داد و گفتش که این رو برای خواندنی ها ترجمه کنید. آقای ذبیح‌الله منصوری با اون حالت خیلی خاص ملایم و آرام خودش
از جا بلند شد، خیلی مؤدب گفتش که جناب امیرانی این رو چجوری ترجمه کنم؟ آقای امیرانی خب گفت خب ترجمه کن دیگه. گفت آخه چجوری ترجمه کنم؟ باز آقای امیرانی تاکید کرد خب ترجمهش کن. گفت نه آقای امیرانی، منظورم این استش که برای یک شماره، برای دو شماره، برای یک ماه، برای شش ماه، برای یک سال، برای دو سال چقدر ترجمه کنم. آقای امیرانی خنده ای کرد و گفتش که هر جور دلت بخواد. جزوه گذاشت رفت و این جزوه که من خب البته تعداد صفحاتش رو نشمردم از اون فاصله دور، ولی واقعا جزوه کوچیکی بود، کتاب 800 صفحه‌ای خواجه تاجدار. شما خودتون میتونید مجسم بکنید که این کتاب به جای اون که ترجمه آقای ذبیح الله منصوری باشد، حالا شاید ریشه و هسته مطلب رو از اون جزوه گرفته باشه، ولی بقیهش همش به قلم خود اوست. یک مورد دیگر که خاطره دیگری دارم عبارت از این است که ما تازه اومده بودیم به فرانسه و با یکی از دوستانم که یکی از مردان بزرگ ایرونی مقیم پاریس است، آقای دکتر محمدعلی امیرمعیزی، که آدمی است فوق‌العاده دانشمند، بسیار دوست داشتنی و بسیار مطبوع، داشتیم با هم قهوه می‌خوردیم. من بهش گفتم که چون ایشون استاد دانشگاه سوربن هستن در علم حدیث و فوق‌العاده محبوبم هست بین دانشجویانش و کتاب‌هایی هم که نوشته فوق‌العاده خوندنی است. اگر بین بینندگان این برنامه کسی هست که زبان فرانسه رو خوب میدونه، من توصیه میکنم که آثار این مرد بزرگ رو بخونه. به هر حال ما داشتیم با هم صحبت میکردیم و من گفتم که من وقتی در ایران بودم کتاب خداوند علموت آقای ذبیح الله منصوری رو که از نویسنده فرانسوی به نام پل امر ترجمه کرده بود خوندم و خیلی لذت بردم و خیلی دلم میخواد حالا که در فرانسه هستم و فرانسه هم بد نیستش برای خوندن متنهای فرانسوی، این کتاب رو بخونم به زبان فرانسه. دیدم آقای امیرمعیزی شروع کرد به خندیدن و گفت که باید یه چیز بامزه بهت بگم، اون کتاب 700-800 صفحه‌ای خداوند علموت یک مقاله حد اکثر 10 صفحه‌ای است که در یکی از مجلات چاپ شده است به قلم آقای پل امر و بقیهش همش تخیلات شخص آقای ذبیح الله منصوری است. واقعا دشواره که آدم فکر کند که چجوری ذهن وقاد این آدم با اون اطلاعات عمیقی که به علت مطالعات مختلف کسب کرده بود و حافظه بسیار دقیقی که داشت میتونست از یک کتاب خیلی ساده 40-50 صفحه‌ای یا یک مقاله 15 صفحه‌ای یک کتاب بزرگ به دست بیاره. یکی از شگرد‌های آقای ذبیح الله منصوری در این کار عبارت از این بود که هر بار که به یک لغت تازه‌ای برمیخورد در نوشته خودش، در اون کاری که داشت ترجمه میکرد، مثلا فکر کنید کلمه اخته، تمام اطلاعات لازم رو درباره اخته که تو ذهنش داشت، نه اینکه مراجعه بکند، این رو در اون حاشیه می آورد و به طور شیرین این کار رو انجام میداد و به طور زیبا این مطالب تازه رو تو دهان قهرمانان کتاب میگذاشت که خواننده نمیتونست تصور بکند که این یک متن نیست که بعداً بهش اضافه شد. یکی دیگر از شگردهای دیگرش برای این کار عبارت از این بود که هر جا که به اسمی برخورد میکرد مراجعه میکرد به لاروس، مثلا فکر کنید که مسیو دی، نگاه میکرد و میدید که چند دی دیگر هم وجود داره، تمام این آقای جان دی و ریمون دی و
ویلیام دی و تمام اینها رو شروع میکرد، با انواع اقسام حقه های نویسندگی اضافه میکرد به کتاب، که سعی کنید این آقای دی رو با این آقاها که براتون لیست کردم اشتباه نکنید. این هم یکی دیگه از شیوه های کارش بود، ولی اینها کافی نیست، بایستی تکیه کرد به حافظه بسیار بسیار قدرتمند. سبیح الله منصوری به قول آقای نوریزاده به 7000 سالگان پیوسته و دیگه بین ما نیست. امیدوارم که روحش در ملکوت خداوندی شاد، خرم و آسوده باشه، درد نداری دیگه نداره و میتونه از همونجا ما رو تماشا کنه و از اینکه کارش رو تحسین میکنیم لذت ببره.